گوشتی ببینی میگیم که پوست زخیمی داره و غضروف‌های نازکی داره. غضروف‌های ضعیف پوست زخیم. بینی غضروفی به بینی گفته میشه که پوست نازکی داره، غضروف‌های محکمی داره. حالا بقیه بینی‌ها بین این دوتا تو این طیف قرار میگیرن. حالا بعضیشون پوست زخیم دو سر طیف، یه سر طیف اون سریه که پوست زخیم غضروف نازک، یه سر تلفونی که پوست نازک غضروف قوی. حالا بقیه بینی ها بین این دوتا هستن، یعنی یا پوست ضخامتش بیشتر میشه یا غضروف قوی تر میشه. هر چی به سمت بینی غضروفی بریم تکنیک های جراحی پلاستیک موفقیتشون بیشتره. یعنی پوست نازکتری داشته باشن، پوست نازکتری داشته باشن امکان ایجاد تغییرات بیشتره، جراح قدرت مانور بیشتری داره، میتونه بینی مریض رو تغییرات خیلی بیشتری روش انجام بده. درست. ولی وقتی بینی گوشتی باشه جراح قدرت مانور آنچنانی نداره، تغییرات آنچنانی نمیتونه انجام بده. حالا خیلی از افراد به ما مراجعه میکنن که بینی‌های خیلی گوشتی بزرگی دارن و از ما توقع دارن که همون نتیجه رو براشون ایجاد کنیم که یه فردی که بینی غضروفی داره. بله. اصلا یه همچین چیزی امکان پذیر نیست. اون وظیفه پزشکی که قبل از عمل با مریض خوب صحبت کنه که این چیزی که شما دنبالش هستید امکان پذیر نیست. ما برای بینی‌های گوشتی هم قدرت انجام یه سری کارا رو داریم. درسته. شکل ظاهریش رو میتونیم خیلی بهتر بکنیم از نسبت به اون چیزی که هست. ولی خب خیلی از افرادی که ما مراجعه میکنن چون نتیجه جراحی‌های بینی غضروفی رو دیدن و تغییرات خیلی فوق‌العاده اونو مشاهده کردن، توقع دارن که بینی اونا هم همینقدر تغییر بکنه. درست. ولی همچی چیزی نیست. حالا در آینده به احتمال زیاد بشر اینقدر پیشرفت میکنه که میتونه یه همچی کارهایی هم انجام بده. ولی در حال حاضر با تکنیک‌های موجود و فعلی جراحی پلاستیک همینقدر که ما میتونیم روی بینی‌های گوشتی یه سری تغییراتی ایجاد کنیم که ظاهر بهتری داشته باشن، همینقدر بالاخره یه مقدار پیشرفت جای شکلش باقیه. خب حالا بعد عمل چطور؟ یعنی در ارتباط با پاسخ‌دهی در واقع عمل جراحی آیا فرقی و تفاوتی بین بینی گوشتی و غضروفی وجود داره؟ یعنی ممکنه که برگشت وجود داشته باشه در ارتباط با بینی‌های گوشتی؟ بله، ببینید این سوال خیلی سوال خوبیه. فردی که بینی غضروفی داره، یعنی پوست نازکی داره، غضروف‌های محکمی داره، احتمال برگشت نتیجه جراحی بسیار ناچیزه. چون داربست بینی، اون چیزی که اسکلت بینی رو نگه می‌داره، مخصوصاً در قسمت نیمه تحتانی بینی، غضروفه. حالا اگر این غضروف‌ها محکم باشه، اصلا امکان این که اینا بخواد اون فرایند فیبروز و ترمیم های بعد از عمل تغییر شکلی تو بینی ایجاد کنه خیلی کم. بله. ولی اگر که غضروف ضعیف باشه و پوست زخیم باشه خیلی طبیعیه که وقتی فرایند ترمیم و فیبروز اتفاق میفته اصلا یه تغییر شکل خیلی شدیدی میتونه ایجاد کنه توی بینی. درسته. حالا ما کاری که میکنیم اینی که برای بینی گوشتی تقویت غضروفی انجام میدیم. یعنی غضروف‌ها رو از قسمت‌های مثلا از تیغه وسط بینی از سپتوم برمی‌داریم، به وسیله اون قسمت‌های تیپ یا نوک بینی رو تقویت میکنیم که بعد از اینکه فرایند ترمیم شروع شد اون تغییر شکل اتفاق نیفته. ولی اون چیزی که مسلمه یک بینی گوشتی بعد از عمل مستعد تغییر شکل، مستعد برگشته. اگر تکنیک‌های جراحی پلاستیک خیلی خوب و دقیق انجام بشه احتمال برگشت کمتر میشه. ولی خب به هر حال بینی گوشتی مستعد تغییر شکل و برگشت. دکتر حمید رضا حسنانی متخصص گوش و حلق و بینی با بیش از 2800 جراحی بینی موفق. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دکتر حسنانی www.drhosnani.com مراجعه فرمایید. با تشکر از توجه شما.